در این برنامه با من فیاض نجمی. سلام بر سفر همه جان، خوب صد من صد دارید قصه را باشه قصه های که شاد درد روزگار خنده های چیری و دیدار هموطنان را در برنامه دید نو از چنل یوتیوب گپ‌نو همه روزا ساعت 9 شب برنده باشید. زندگی خیلی خوبتر داشته باشی. دقیقا طرف آنستان بدبختانه بانبان زندگی میکنن که از روزگار و از زندگی دقیقا لذت نمیبرن و درست زندگی کردن نمیتونن. این هم یکی از بانبان هست که در این برنامه هفتاری ما میخواییم برای شما معرفی بگیم. بانوی که خیلی شهامت داره، بانوی که خیلی جرأت داره، بانوی که خیلی استقامت بالا داره که در کلبه ترها زندگی میکنن اما شفرشان پودری هست. میگن معتاد است و در بیرون از همیشه وقت به خانه نمیه و تو دارن با دو تفلک خود زندگی میکنن. تفلک هایشان خودشان جای کار میکنن. امروز که برنامه ما اینجا آمدیم تفلک هایشان را بان کردن جای خودشان کار میکنن. اگر خودشان وظیفه را میگفتن ایلا بکنن صاحب یک جای کار میکنن میگن که شما نبین دیگر در وظیفه. خیلی دشوار از زن بودن در افغانستان. باید مرد باشی تا در افغانستان زن بمانی. این گپه هست که باید همیشه وقت ما متوجه باشیم و باید تلاش بکنیم برای بانوانی که واقعیت افتخار است و افتخار آفرین است. بین بیشتر از زندگی این بانوها گوشویم، بیشتر از زبان خودش بشنویم که اینا چی گفتنی دارن، با چه زندگی هستن و با چه مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. خسته نباشید. خوب هستین ان شاء الله. خوش باشی بچه‌ها. زنده و سلامت باشی. قربونتون. بانو بیاین از زندگیتون قصه بکنین، از مشکلاتتون قصه بکنین تا هم بتونن ما بیشتر آگاه شون. از ما بچه‌قدر که قندم از ما شوهرم که از پدریس. ای آدمی که در از روز که ما عرصی کردیم 18 سال از عرصی میشه. ای آدم دمی 18 سال عرصی 18 روز کد ما یک عرف خوشی نزد. هر وقتی که در خانه میامد میترامد نو که عرصی شده بودم این کالای دو جوره کالای عرصی که از ما بود اونموره میبود. ای عملی بود من میگفتم که چی میگفت که از رفیقم عرصیش هست برخاطر زنش میبرم. ای رس پیش من میبود میفروخ عملی خودم میکرد. من خبر نمیشد که مشکل داره. خواسته است تا که خبر شدم که پدریس مرا آقایش گفت که من قای بچه خود نمیشینم که زندگی من خراب میشه دیگه بچه من پدری میشه بچه من پدری شده من میخوام که شما را یک جای برین زندگی تان چور کنیم. من طرف می خسر روی کردم که آقا اگه من از خانه نمیکشی بچه تا چطور میکنی بچه تا چرا میکشی اولادت است من قای چطور کجا برم سیاست هستم قای دو تا دختر کنم کاش که دختر نمی بود من میکشم من مجبور شدم من سرش میشرم وقتی که حرف زد من ناچار شدم گفتم خب سعی است ایره ما را کشیده خدا اینه میزنه خیر بیتر این از اینه می اتاق خود یک هزار پس ما کرا میگیرم اینجا هم کرا هست آه کرا هست یک هزار کرا میگیرم ما آمدم به گیریان کنان که من گدام داره دمی زمستان بزنم که من از فنه کشیدم باز من نمیخواستم کسی بگم چون بوده ایز گفتم مشکلات جنجال بین فامیلا پیدا شده که نمیده کس مرا کرا باز دیدم که اینجا آمد گفت بیا خیره لباسشوی مرکو خیره میجا یه ما یک هزار پک ایران میده گفتم بسه ایست میگه وقتی که گندوش به بوته پناه بره بوته درخت میشه سه ایست گفتم من قبول دارم من این شوار اینو مردم سه بار من ایره بستر کردم در شفر خان سه بار من ایره ندیدم که خوب شما بوش شما یکی از همسایه ما برم یک بوجی فکر روزی خدا آردم اونم فکر روز هم برنج اونم از پیش من بود تو دانست من از زندگیم در روز خوب من با چاقو در خانه خسارم بودیم جنگ میکرد خسارم که میگفتش پدری من رو میزد چرا پدر من رو پدری میگفت من میگفتم اون مرد که خیلی نکش که نمیشرمی آخر خیلی چاقو رو به پای من کشید بلد زده که اینجا گلش سبز هست دقیقا عکسایشان بر ما فرستاده بودن انشالله اگر دست دخترک من است که دخترک کلان من دست شرایی کردیم که چند شب پیش نمی شروع زمستان
من پدرش چکوری کلال تو میکنم دختره که تو کت مو دستکی شب بیتا بود تو نکسای پیشون خانم با گفت من رایش کرد من بیزار زندگیم خسته شده من صرف از خاطر دو دخترم میگم من مادر بودم که سوختم نباید اولادم بسوزم اولادم قیمه با مادر باشه خوش باشه من نگاهشان میکنم امیالم که خانه بیا کمی ببینه که یک چیز در خانه اضافه است امور خب از من میکشم میبرم من که میرم سری کار در روزی من قلف میکنم خودتون کجا کار میکنی؟ خودم دینمی منطقه طرف چیز سر کوچه امام گفته پیش نزدیکای پاسپورت یک بلاک است در اوجه خانه یک رئیس است کار میکنم اگر اوجه نوختر برم یک خانمی دارم میگه برو نفر زیاد هست مانندی تو که من با کار بگیرم بازم دو تا دخترکای خوده خورد ریزیم که یکی 7 ساله یکی 16 ساله بعدم بلاک روی کردیم که برو بچیم تا پمیر با این مشکلاتی که دارم دست سانه افگار است کار کردن نمیتونیم چه کارتان رو پیش برده میتونیم من با جوریش هم میکنم واخه چند روز امو خانم رو عذر کردیم نظرم دیو سفتر رو عذر چه کردیم که دیست میگفتم من گارست نمیتونم آمدم گفت که دیستی تو گار جورخ کده میتونیم که نمی یا دیگه دیستی صافیق کده میتونیم چه خدر پیسه بردن میتونیم؟ مای 5000 5000 میتونم اما بو قرضدار که پشت خانه می خوشوار موتاد از هر کی رفته فریب داده پیسیش گرفته میه نفرو میه حتی از همسایم بپرسیم آن شوهرتون هست تا دین زندگی میه شبانه پیش نه نه کدام دفعه گبیه کدام دفعه که گفته اگر تو جیبش خالی شه یا پودرش نشه نباشه میه که یک چیز در میگیرش بیه ببر از پیش مثلا چی چیزا رو میبر از خونه میگم اینم دیگه کاسم باشه اینی بالون و گاز من که من وقتی که میرم از ایجا دینیل موری قلفش میکنم ای خانه رو قلف میکنم ای کاسه من همیشه از ایش میبردم به همسایه تسلیم میکنم مثل یک گفتی اگون تو ایت نمیمانم چیز که دی خانه باشه به خاطر که این مردی که آموخت شده این چیز که دمی خانه ما پیدا شد او رو حتی دوای مرا خیلی بیدم رئیس خرید از دستی مرا برد گفت که دست ازی گوشت برد این زندگی تون طبقه خود قسم دامه داشت خب خداوند از همین مردم کمک میخواهیم کمکیم کنم خیر مرا نجات بده بعد چه قسم کمکم راش مصورت بیاد تا شما زندگی خلاص شد دوستا پل نقدی یا یکی کنم خانه یا یکی شفاخانه و چه قسم فرسان دو تو زمینی دو کار نسایی چه و چه قسم با ما که همین پول نقدی بده که من قد زندگی خودم جور میکنم از دو تا دختر مثلا با او پول چی کارش رو میکنم با او پول میگیرم یک دستگاه خیاطی به خود جور میکنم که بس یعنی حاضر هستن اگر کسی پیدا شو برش من دستگاه خیاطی جور بکنم خیاط هستن آه میتونم با او حاضر هستم پرده دختم میتونم لباس دختم میتونم اما کال پیش من پیسی نیست من هیچ کار کرده نمیتونم مثلا چقدر نیاز داره مرا من همی فهم کاش که سواد می داشت می رفتم بای میکردم من سواد ندارم خب هم وطنان عزیز اگر همین نکنون برنامه مرا بینید درشن این بانو حاضر است که ببرم خدا بر خود یک کارگاه خیاطی جور بکنه تا وطن رفقی یه حیال خدا پیدا کنید از این پولی که امروز ما شما برای اینا کمک میکنیم شاید یک دو روزی برای شما اگر ما بتاریم یک دکان یا یک جای کارگاه خیاطی برای شما مدام سازیم شاید سالها از اون نان بخوره و سالها خدا پیدا کنه خدا پیدا بکنه اگر بتونیم این فرمول اسپانسر شویم پس جای افتخار بر ما بر همه ما هست و چون که یک کم وطن ما هست یتیجی و هست متوجی خلاص میشه و این بانوی هست که پاکی از شهامت میکنه پاکی از غیرت و جرأت داره و خاطر دو دانه طفلک دختر خود میگم ما ششتیم جوانی میخوایم تا آخر عمر خود بر پای اونها خدا خاک بکنه برای اون که زندگیشان نامعلوم است روزگارشان نامعلوم است که به کجاها خود میرا کشن یا تا وقتی این مادر باید در دروازه های کی مردان برای کار بکنه یا تو با کی این طفلک های از من بچی گلم من که هستیم من خودم پدر ندارم مادر ندارم پدری من خدا بخشه شهید شده من بسیار خیلی خورد بود اما مادریم که بود خب بدبختی زیاد از افغانستان حتما مشکلات های زندگی بود در این رفت بخش خود دیگه نکا کرد مارد همه تو سردگی مامای کلان همین ماما نتونست که بود که نمی دختر من کلان کرد خودت در خانه مامای کلان شدی؟ آه بخانه مامای کلان شده اما شفرتون خشایتون است یا بیگانه؟ نه نه بیگانه است این ماما پیدا کرده بود به خاطر پیسه در خانه ماما بودم بینی من شکست در خانه ماما مرا میزدن میکردن کل کار خانه ماما بالای ما بود تفلک های خورد ریزی خود به دنیا من بیگ پاکو ما میکرد میفتم خیره مجبور هستم اما طال رمیدن از برادر چیزی نداره؟ نه خواهر دارم نه برادر دارم که می داشتم خب بازم استوان دلم خب می استوان می بود پرش هیچ کسی را ندارم بدون اونو درگاه خدا که من می بینم من از کلم شبا شبا می خیزم بجه می شین فکر می کنم دختر کلان می خیروانی شدن میگه مادر مطلب می رو دخوره کنیدم نه میگه مادر
میگم چرا من مادر میترسم پدرم رو نکشم. میخوای تو یک اولادم که در ترس زندگی میکنم من نکنم. بیچاره دختره که قرار استرگش بسیار خراب شده تایید همین رئیس زود بیدم که برای من زنگ آمد کل که دختره گفتم خدای چرا باز چی شده؟ اونم دختره که من که اینجا من جنگ ما بودم اون شب گفت که چغورم ملالتون میکنم این طفله که خود دستش بریده شد که تکت که پدر جان دستش زده بود اینم که با چوکوی باز گیره گفت زد این طفله که ما مانده بودم در خانه این خسته به من لباسشویی میکرد تینمی لباسشویی خانه این خود تازه سی روز از دست دزو شده که کوکاش گنده شده بود دکه که آمدم فریاد میزد مثل مارور بزه خانه میچرخید مادر دستم من گفتم بچه این خیلی خدا ما را از میکرد نیه شما را مشکلات زندگی در هر خانه بوده هست اما این مشکلاتی که در این روز از این بار دوانه این بار وانه و این بار وانه که واقعیت باشه آمد از مشتبه واقعیت خیلی سر به من است دل باشه و گوش باشه شنوا و دل باشه که طاقت بکنه گلونه هر کس که واقعیت اگر این مشکلات بشنم بغض میگیره و حتی باید جایی برای این فریاد کنیم که این همه مشکلات با گوشی که آخواد رسید کسی هست نهاده هست کدوم جایی تونست برسان شما رو کردن ای کاش که من کردن نمی خانه رئیس کار میکنم رئیس خوب آدم هم زنش نمی مرقه مکن مکن زن من مزی آخری شوهن دارم حتی فطر روزیش گفته ایوان تا که مستحق بودم نمیتن مهمو به مجد میتیم خوب گفتم خیلی ما مستحق هستیم شما زنده و سلامت باشین بنده عزیز از اینکه میرمانی میکنین لطف میکنین ما را دم بدم تازه بله ما این باره کم از اوتا با حالا هم بایی کردیم خودم تکلیف پیدا کردیم می دوگه که تا ایره نخورم خوام نمی برم اینی دوگه که من تا که نخورم خوام ندارم خب بیه خیلی خداوند مهربان از هموطنان از ما بازا میربونی کرده بودن مقدار پول رو بر ما فرستاده بودن هموطنان رو میربونم شما هیچ وقت تشویش نکنید پولتون بر ما رسیده تا دانه و دانه ما برنامه ما را ان شاء الله خوب کار میکنیم که بتونیم در یک روز دست دو فامیل بگیریم و با دو فامیل همکاری و هم نوایی داشته باشیم امروز هم هموطنان از ما باز هم یک مقدار پول رو بر ما فرستاده بودن که با خدمت این بونو تقدیم میکنیم که بتونن از این پول یک مقدار خوبتر استفاده بکنن و برای افطاری خود و یک چیز آماده بشه قرضان میه پیچوری مردم من رو بیا بکنم شمانم خود متعدد خوانه نیست فرار میکنم من رو بیمونم بیا بگی مردم خدا من همت بتن این چونه مردم رو و این چونه مردم رو و شاهمت بتن این شالا که بسرم از فامل خود دفاع میکنم خیلی مشکل است خب همتون عزیز میربانم مجمع 3000 افغانی کسی از آلمان فرستاده بودن که مجمع 8640 از آلمان فرستاده بودن 8620 افغانی که با شما گم تبون نشم از آلمان فرستاده بودن که ما مقدارش برای 5000 برای کانال دیگه تسلیم کردیم و 3000 شون باقی مانده که از این فامل در این فامل بعد نظر گرفتیم و همچنان 5000 از فامل هاشم بعد نظر گرفتیم 4500 از طرف جلال جان مجمع به نظر گرفتیم و 2500 هم از طرف نصار جان برای این فامیل به نظر گرفتیم شما هم بطران عزیز دو سلامت باشین از آلمان آشمی صاحب و همچنان از طرف جلال جان و نصار جان زنده و سلامت باشین 15000 افغانی رو ما برای این فامیل تقدیم میکنیم که انشاءالله بتونه کمک که شما برای ما صورت گرفتیم انشاءالله کمک های ما بیشتر خواهد شد از این بابت بتونیم در یک روز دست تا خانواده رو بگیریم و یک برنامه خیلی خوبتر داشته باشیم و برای این هم بطران ما کمک همکاری داشته باشه و این پول رو واسه تقدیم میکنم نمبر تماس شما پیش من میگیرم نیا کنید که شما روی صفحه تلویزیون تون نمبر تماس میکنه اگه حساب بکنید نمبر تماس که همین اکنون در روی پرده های تلویزیون تون میبینید از این بانو هست و همچنان از برنامه ما هست اگر شما بتونید مستقیم امروی خودشون صحبت بکنید و اینا تذکیره دارن از طریق وستر نین یا سر شازاده میتونید مستقیم برشان پول بفرستید و تماس بگیرید ما در خواهد اگر باز هم نتونستین تماس بگیرید شما را تماس ما 0782-9972 هست تماس بگیرید شما ما در خدمت هستیم و باز هم یک روز خود پای پول تلگرابان کرده بودیم خدمت این خانو خود تقلیم کردیم و اگر کدام کارگاه خیراتی به این خانو بسازیم خیلی جای افتخار برای ما هست و بتونن که اینا دائما از اون پول استفاده بکنن خب بازم زنده و سلامت باشین من نمبر تماس این بانو رو هم بر شما میخونم 0791-88-90-53 از این بانو هست و همچنان در نمبر دیگه شان از اطلاعات بر نمبر اینجا ثبت میکنم مجزارو شما میتونیم مستقیم با اونها هم تماس بگیریم شما زنده و سلامت باشین قربان دارم خودتون سیگه بودم شما 15000 افغانیست که به من خدای پاک این نمی که در ماه روزه دست مرا گرفتم بانو محترم از کسی از آلمان من گفتن نامشون ذکر نشه اونا 3000 افغانی 5000 آشمی 4500 از طرف جلال جان و 2500 از طرف نصار جان
سخت منتظر دوایی شما هست که بتونه خودش مانده. بچه خاندم، دختر خاندم که دستی من را گرفتیم در این ماه روزه، در این روزه بعد که جانم زخمی است که من در تلفون نشان میدادم در تلویزیون. اما نمیشه. خدای پاکتان خوبی کنه. عکسای ما کلش پیش از امی برادر است. باز میتونید ببینید. شوهر معتاد است که من قبل من یک دستگاه خیاطی شما خیاطی کنم. دیگه توار خانه مردم هم اون ندارم. وجودم روماتیسم شده. درد میکنه. روز میدم شب که میام خواب ندارم. امی دواست که من دو تا سه تا دوای اعصاب میخور خواب میکنم. بعضی اوقات نیم بدنم فلج میباشه. لطفا من را کمک کنید. اگر دلتان به حال یک بیچاره مادر میسوزه از پار تو سیاه سرم، لطفا من را کمک کنید. خانم حال میربانه، شما زنده و سلامت باشین بنده عزیز. این هم بود پاروی دیگر. در گوشه کابل زندگی میکرد و با هزاران درد و رنج. چون ما بتونیم هر درد این هم بتونم ما را من همشم بیم، ما بتونیم یک روز دیگر هم تا برنامه دیگر که ما در خدمت شما قرار میگیریم، ما میمانه خانه های شما میشیم، شما را به حلای پاک به نیاز میسپاریم. شما زنده و شاد و خرم باشین، زنده و سلامت باشین و رمضان خوش بر همیشه.